مقامات عربستان سعودی به دلیل پندیمی کرونا ویروس امسال نیز به زائران خارجی اجازت زیارت مکه و مدینه برای انجام مناسک حج را ندادند. وزارت حج و عمره عربستان سعودی قرار کرد که شماره زائران را در روزهای حج با همگی 60,000 نفر محدود کند. مقامات تنها به ساکنان خود عربستان سعودی اجازت حج دادند و آن هم به ساکنان سنشان از 18 تا 65 که یگان بیماری سرایتی نداشته باشند و از کرونا ویروس واکسینه گرفته باشند. وزارت حج و عمره عربستان سعودی در اظهاراتش گفت مقامات سعودی همیشه به مسائل امنیت و تندرستی زائران اهمیت بزرگ داده، این مسائل را در رأس برتری های خود قرار می دهند. در عربستان سعودی تا امروز بیش از 460,000 نفر گرفتار کرونا ویروس شده. این ویروس سبب مرگ بیش از 7500 نفر شده است. مقامات سعودی سال 2020 نیز به دلیل کرونا ویروس سفر زائران خارجی را برای انجام مناسک حج منع کرده بودند. در دوران پاندمی کرونا ویروس هر سال تا 2 میلیون زائر از سراسر جهان از جمله تا 63,000 زائر از تاجیکستان در موسم حج به مکه و مدینه می آمدند. کمیته دین تاجیکستان خبر داد که امسال هم زائران از تاجیکستان به سفر حج نخواهند رفت. شایگری عربستان سعودی اعلان داشت که امسال هم به سبب بیماری سرایتی فراگیر مراسم حج را محدود برگزار میکند. به همین ترتیب در موسم جاری نیز کشورهای خارج شهروندان خود را برای ادای مراسم حج سفربر نخواهند کرد. خبر داد سخنگوی کمیته دین افشین مقیم. سال گذشته وقتی عربستان سعودی به زائران خارجی اجازت سفر حج نداد، مقامات تاجیکستان به آنهایی که عزم سفر داشتند مشوره داد که پولهای به این نیت جمع کرده خود را به کارهای خیر از جمله بنیاد راه، پول، بنگاه طبی یا مکتب در محله زیست خود صرف کنند. برخی از آنها که از سفر حج ماندند این تفسیر را پذیرفتند.